استفاده کردن از قرص های ضد پریود یا عادت معانس، که متاسفانه بعضی از علما بدون علم فتوا دادن و بعضی از دعوتگران و بعضی از کسانی که در رسانه ها فعال هستن این فتوا رو تکرار کردن برای مردم که بله، استفاده کردن از قرص هایی که مانع از خونریزی و عادت معانه و پریود در ماه رمضان می شود اشکال شرعی ندارد، روزه شما صحیح است. بعد از رمضان در موقع حج هم همین قرص ها رو بعضی از خواهرانی که به سفر حج میرن استفاده میکنن تا که دچار این عادت ماهانه در ایام حج نشن. یک مفتی وقتی که در یکی از مسائل روز فتوا صادر میکنه که در قرآن و سنت نیامده، قضیه این قرص ها جدیدن قرص ها درست شده و در قرآن و سنت ذکر نشده، در مذاهب علما هم ذکر نشده، حکم استفاده از این قرص ها رو وقتی کسی میخواد فتوا بده، اولا بر او لازم است که با یک طبیب، با یک دکتر، با یک پزشک مشوره بکنه. ما علمای ما، دعوتگران ما یکی از اون غرور و تکبرشان باید بیان پایین. عیبی نیست که زنگ بزنی به یک دکتر، او متخصص است در مجالی که تو جاهل هستی. ای عالم دین، ای جناب مفتی، در طب تو جاهل هستی، در هندسه تو جاهل هستی، درست است در علم دین تو سواد دینی داری، اما او اگر در علم دین جاهل است، در علوم عصری و طبی و دنیوی عالم است. پس از او باید بپرسی که جناب دکتر، این قرصی که میگن که از عادت ماهانه جلوگیری میکنه یا از پریود جلوگیری میکنه، این قرص چه عوارض جانبی داره؟ چه ضررهایی داره؟ آیا من به کسانی که از من میپرسن استفاده کردن از این قرص رو جایز بگم یا ناجایز؟ آیا این قرص واقعا از عادت ماهانه جلوگیری میکنه یا نه؟ فقط خونریزی رو متوقف میکنه. همه این سوالات رو باید این عالم دین، این مفتی، این دعوتگر از یک دکتر متخصص بپرسه و بعد از اون فتوا بده. علما، اطباء، پزشکان متخصص میگن که این قرص ها یک سری تغییرات هورمونی رو در بدن زن ایجاد میکنه و به معنی این نیست که عادت ماهانه رو متوقف میکنه. چیکار میکنه؟ این رو مانند این که شما مثلا یک جوی آبی هست، یک سدی رو در جلوی اون قرار بدید، این آب در پشت این سد جمع بشه. استفاده از این قرص ها، من ضررهاشو چون وقت برنامه به پایان رسیده مختصر میگم. سکته مغزی سبب مرگ و میر می شود، این قرص ها سبب سکته مغزی می شود، سبب اختلالات روحی و روانی تا به سرحد دیوانگی، استرس و بعضی از مشکلات روانی برای خانم ها ایجاد می کند. اینا از جمله و خونریزی شدید که منجر به مرگ می شود، این از مشکلاتی است که مشکلات بزرگی است که ایجاد می کند. سردرد و سرگیجه و آلت تهوع و استفراغ و بیالی و دیگه حدود 15-16 عارضه جانبی دیگری هم این قرص ها به بار می آورند. الان وقتی جناب مفتی فتوا می داد که به این خانم که تو این قرص رو استفاده بکن، در قرآن و سنت برای این کسانی که مردهایی که سفر هستن، مریض هستن، خانمهایی که مریض هستن، حکم واضح است. فمن کان مریضن او علی سفرین فعدتون من ایام اخر. بابا جان، الله متعال گفته که اگر زنی عادت ماهانه میشه، نمازش بخشیده میشه، روزش رو قضایی بگیره. عزت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یک روزی پیامبر در ایام حج، در حجۃ الوداع، بر خیمه ایشان وارد شدن، دیدن داره گریه میکنه.
چرا گریه میکنی عایشه؟ گفت یا رسول الله، من دچار عادت ماهانه شدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم محبوبه ایشان را نوازش کردن، همسرشان را نوازش کردن، گفتن که اشکالی نداره، هر دختر آدم و حوا دچار این موضوع میشن، ناراحت نباش، الان عادی عبادتاتو انجام بده، فقط طواف نکن، وارد مسجد الحرام نشو و طواف نکن، بقیه عبادتاتو نرمال انجام بده، بعد از اینکه پاک شدی به من خبر بده. بعد از اینکه حضرت عایشه پاک شدن به پیامبر خبر دادن، پیامبر برادر ایشان عبدالرحمن رو صدا کرد، گفت که خواهرت رو بگیر ببر در منطقه تنعیم، از اونجا دوباره احرام ببنده، بیاد و طواف رو انجام بده، طواف ودا رو، و سلام برن خونه. اونجا در تنعیم تا هنوزم مسجدی به نام چی هست؟ حضرت عایشه. مسجد حضرت عایشه تا هنوزم هست. برادر عزیز، عالم دین، مفتی گرامی، من به عنوان یک شاگرد شما، به عنوان یک برادر کوچک شما، از شکم و میده و روده خودت فتوا نده، سبب مرگ و قتل نفس بیگناه نشو. تو چرا همچین فتوای بدون علم، بدون دلیل و بدون منطق میدی؟ بابا جان، رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت عایشه گفتن هیچ مشکلی نیست، طبیعی است، بعد از اون برو مناسکت رو تکمیل بکن. در مورد رمضان هم الله متعال میگه که بعد از رمضان بره روزش رو بگیره. تو چه از پیش خود فتوا میدی که مثلا این قرص رو بخوره؟ این قرصی که تغییرات هورمونی در بدن زن ایجاد میکنه، سبب سکته مغزی، سبب مرگ میشه. زنهایی بودن که با استفاده از این قرص یک ماه، 40 روز، 45 روز عادت ماهانه نشدن، بعد از اون چنان خونریزی شدید ایجاد شده که مردن، از دنیا رفتن. و من این نمونه های زیادی از این موضوع رو از زبان دکتر متخصص امراض نساء و ولاده باش صحبت کردم و اینو استفسار کردم. این عیب نیست که ما به عنوان یک دعوتگر، به عنوان یک مثلا مرتبط با دین، نمیگم عالم دین، بریم بپرسیم از یک کسی که متخصص است. ضررهایی رو این خانم دکتر برای من ذکر کرد که من تعجب کردم و بعد چطور این استفاده با متاسفانه استفاده میکنن. حتی ضررهای این از ضررهای قرصهای جلوگیری از بارداری هم به مراتب بیشتر است. پس عالم ما، دعوتگر ما، نباید این گونه فتوای بدون علم و بدون دلیل و منطق بده. اولا، ثانیاً خواهران عزیز و گرامی ما، وقتی که رمضان میاد، حج میاد، هر مناسبتی میاد، این هیچ مشکلی نیست، این هیچ کسر شأنی در شما نیست، هیچ نقصی در دین شما ایجاد نمی کند، هیچ کمی از اجر و پاداش عبادت شما ایجاد نمی کند. بالعکس، شما به خاطر این صبر و تحملی که به خاطر این عادت می کشید، اجر و پاداش بیشتر می برید در نزد الله سبحانه و تعالی. و بعد از پاکی و طهرم برید عبادت رو تکمیل بکنید. یعنی ثوابی که بعدش در قضایی می گیرن عین ثواب رمضان است؟ عین ثواب رمضان در است. چون در همی جایی ها چی می کنید؟ عین ثواب رمضان است و تازه بیشتر. درست. به خاطر چی؟ به خاطر که این چند روزی رو که اینها نتونستن روزه گرفتن، در حسرت روزه بودن، در حسرت عبادت ها بودن، همه اینها اجر و پاداش داره. شما وقتی که نیتی یک عمل خوبی را انجام می دهید و اون عمل را نمی توانید انجام بدهید به خاطر مانعی، الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش رو به شما می دهد. مانند اینکه کسی میگن آرزوی شهادت در راه الله سبحانه و تعالی داشته باشد، الله متعال او را به منازل شهدا میرساند، ولو مات علی فراشی، ولو اینکه در بستر خودش بمیرد. پس هیچ جای مثلا ناراحتی و اندوه نیست که خواهران ما بیان بگن که والا دچار این مشکل شدیم، عبادت ما حتما ناقص شد، یا از اجر و پاداش ما بی‌نصیب شدیم. ابدا اجر و پاداش روزه و نماز و اعمال صالحی رو که در این چند روز شما نتوانستید انجام بدهید، 100% کامل به بیشتر از اون هم دریافت خواهید کرد. و عزیزان ما، در فتاوایی که به شکلی از اشکال متعلق با علوم عصری باشد یا از مسائلی باشد که جدیداً اتفاق افتاده باشد،
سعی کنن که مطالعه بکنن، با اهل تخصص صحبت بکنن. خدای نکرده خون یک زن مسلمانی یا زنهای مسلمانی رو به گردنتان نگیرید. و کسانی که دانسته از این قرص ها استفاده میکنن، میدانن که ضرر داره، اینها یک نوع خودکشی است. ولا تلقوا بأيديكم الى التحلق، خودتان رو به دسته به چی نندازید؟ به تحلقه نندازید. خودتان رو نکشید. ولا تقتلوا انفسكم، خودتان رو نکشید. چون وقتی که شما میدانید که این حتی امکان داره سبب مرگ برای شما بشه و از اون استفاده میکنید، این مانند خودکشی است.